یه بار دیگه درود به همه شما بیننده های دوست داشتنی کانال ورزش تیوب. امروز محمد پولادگر معاون حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش با چند تا رئیس فدراسیون درباره بودجه جلسه داشت، اما این جلسه به دلیل درگیری لفظی شدید پولادگر و دبیر نیمه کاره بود. ماجرا از این قراره که مجلس یه بودجه 70 میلیاردی برای کشتی در نظر گرفته و پولادگر معتقده چون کشتی این بودجه را از مجلس میگیره دیگه نیازی نداره که از وزارت ورزش هم بودجه دریافت کنه. در ابتدای این جلسه دبیر گزارشی از ساخت و سازهای صورت گرفته در آزادی و همینطور برنامه های این فدراسیون ارائه کرد، ولی پولادگر بعد از شنیدن تمام صحبت‌های دبیر اعلام کرد که بودجه این فدراسیون باید صفر باشه. همین موضوع باعث شد که درگیری لفظی شدیدی بین دبیر و پولادگر به وجود بیاد که در نهایت جلسه به هم ریخت و نیمه کاره موند. از باشگاه پرسپولیس خبر میرسه که با درخواست سعید صادقی که 5 میلیارد پیش پرداخت خواسته توافق شده و این بازیکن در مسیر تهران برای عقد قرارداد با پرسپولیسه. از طرف دیگه پرسپولیسی ها که بیشتر از هر چیزی به یه مهاجم نوک گلزن نیاز دارن، امروز یه خبر خیلی خیلی خوب شنیدن. شهاب زاهدی مهاجم سالهای گذشته پرسپولیس که از این تیم لژیونر شد و در حال حاضر توی لیگ مجارستان بازی میکنه، چند روز قبل یه استوری منتشر کرد و از علاقش به رنگ قرمز گفت. همون موقع من گفتم که این بازیکن ظاهرا داره به یحیی نخ میده که منم هستم. چند روز بعد خبری منتشر شد مبنی بر اینکه زاهدی به گل محمدی گفته برای خرید مهاجم کمی دست نگه داره چون داره سعی میکنه شرایط اومدن به پرسپولیس رو فراهم کنه. زاهدی به خوبی میدونه که نزدیکترین راه برای رسیدن به ترکیب تیم ملی در جام جهانی بازی توی پرسپولیسه. امروز خبر رسید که فیفا اعلام کرده بازیکن‌هایی که تحت قرارداد تیم‌های روسیه‌ای هستن میتونن خیلی راحت و یه طرفه قراردادشون رو فسخ کنن. بنابراین زاهدی دیگه هیچ مانعی بر سر راهش برای اومدن به پرسپولیس نمی‌بینه. در صورت اومدن زاهدی به پرسپولیس، خط حمله این تیم بعد از رفتن طارمی و علیپور دوباره به نقطه قوت این تیم تبدیل خواهد شد. چند روز قبل بود که رستم قاسمی وزیر نفت دولت رئیسی یه توییت منتشر کرد و وریا غفوری رو متهم به تجزیه طلبی و وطن فروشی کرد. همون موقع یه ویدیو منتشر کردم و گفتم هرگز این چیزا به وریا نمیچسبه و میخوان با این اتهامات اونو حذف کنن. توی این روزها ویدیوهای زیادی از وریا پخش کردم و گفتم که سردار آجرلو تصمیم نداره قرارداد غفوری رو تمدید کنه و کاپیتان استقلال باید جدا بشه. خود وریا هم دیروز در جمع طرفدارانش گفته بود که عکس خداحافظی من با استقلال رو ازم بگیرید. امروز اما بالاخره وریا غفوری توی یه مصاحبه تصویری در حاشیه آخرین روز مسابقات تنیس فوتبال آنرانی تیموریان جواب ادعای وزیر نفت رو داد و در مورد ماجرای اون واو جنجالیی که نوشته بود تا سوژه دست رستم بده تا اونو متهم به تجزیه طلبی کنه صحبت کرد. دعوت میکنم ویدیوی وریا رو که صریحاً میگه من وطن فروش نیستم و نمیتونید سوء استفاده کنید با دقت تماشا کنید. مسابقه تنیس فوتبال شرکت کردین، خیلی هم کلی داغ بود و صحبت میکنید در رابطه مسابقاتی که اینجا برگزار شد. بله، آندو عزیز زحمت کشید، دعوت کرد، بچه ها رو دور هم جمع شدیم و یه سری مسابقات رو برگزار کردیم. متاسفانه اول هم نشدیم، فینال رو باختیم، ولی خب بازی خوبی بود. درسته امروز هم سرمربی استقلال معرفی شد، دیروز هم یه صحبتایی رو کردیم در زمانی که داشتیم با هوادارا عکس یادگاری می‌گرفتیم، می‌گفتین که آخرین عکس رو یادگاریتون رو بگیرید. در رابطه با وضعیت خودتون صحبت خیلی صحبتاتون باستاب داشت دیروز. واقعیتش خب خیلی خوشحال شدم که استقلال تونست بالاخره مربیشو پیدا کنه، یه مربی حرفه‌ای و با رزومه. امیدوارم که موفق باشن و اینکه خب شرط دیروز خب اثر ناراحتی من یه چیزی گفتم فکر نمی‌کردم مثلا ضبط بشه و اینا، ولی خب واقعیتش اینه که متاسفانه تا امروز هیچ گونه تماسی با من گرفته نشده از سمت باشگاه استقلال. بارها سعی کردم که خودم ارتباطی بگیرم ولی مثلا اینکه خیلی اتفاق مثبتی نیفتاده. حالا نمیدونم چجوری توضیح بدم، چون این توضیح ها رو میدم چون امکان داره بعدا یه سری صحبت ها بشه، سوء استفاده بشه از سکوت ما، ولی خب من هیچ گونه بحث مالی با استقلال ندارم و نخواهم داشت و لباسش برای من ارزشمنده. بازوبندی که میبندم با
هزاران میلیارد تومان عوضش نمی‌کنم و اینکه امیدوارم اون اتفاقی که برای بزرگای استقلال کاپیتانای دیگه استقلال افتاده یه ترک سنت بشه و این اتفاق برای من نیفته. شما اگه نگاه کنید همیشه کاپیتانای استقلال با حالت بدی از استقلال رفتن، مثل آقای جباری، آقای منتظری، امیرحسین صادقی، قبل خود آقای رحمتی، ولی حالا امیدوارم با شناختی که از آقای آجرلو دارم و یک سال خوب ایشون مدیریت کردن این اتفاق باز نیفته تو تیم استقلال. حالا ایشون به بهترین شکل ممکن یه تدبیری بیاندیشن و اتفاق خوبی بیفته و حرف خاصی ندارم. فکر نمی‌کنید منتظر بودن که سرمربی استقلال معرفی بشه و بعد با نظر سرمربی قرارداد تمدید بشه؟ خب این احتمال هم وجود داره. من چون دیدم و میدونم که با بچه‌ها قراردادای منعقد شده و تماسایی گرفته میشه، خب من خیلی ناراحت و دلخور شدم که چرا باید این اتفاق نیفته برای من نیفته. منی که خب قطعا مربی که از خارج میاد، خارج از ایران میاد، شناخت کافی رو نداره. خب باشگاه قطعا کمک میکنه که بازیکن‌ها رو بشناسه و بتونه تیمش رو انتخاب کنه. حالا همون دیگه، مسئله همینه، چون شما کاپیتان تیم هستید و مربی که از خارج بیاد قطعا کاپیتان قاعدتا از نظر مساعد داره، من اینکه خلافش ثابت بشه. به خصوص که الان مثلا بازیکن جدیدم حتی خریده و با شما ولی مذاکره انجام نشد. خب حالا من اینو حالا نمیخوام بدبین باشم بهش، امید دارم هنوز که ایشالله بازم بتونم با استقلال ادامه بدم. ببینیم تو روزهای آینده. خب بالاخره سرمربی هم انتخاب شده، امیدوارم اتفاقای خوبی بیفته. فکر نمی‌کنم، شاید خیالشون راحته که شما میمونید و اولویتشون رو گذاشتن برای جذب بازیکنان جدید و تقویت تیم برای فصل آینده. خب اینو این امیدوارم اینجوری بوده باشه، ولی خب یه تماس 30 ثانیه‌ای میتونه تمام این سوء تفاهم‌ها رو برطرف کنه. آقای رفسنجانی، از تیم‌های دیگه به شما پیشنهاد شده با توجه به وضعیت الان؟ یا خودتون نخواستید با تیم دیگه مذاکره؟ والا خب آدم همیشه پلن بیشو داره، ولی خب اولویت همیشه استقلال بوده و چیزی که من دوست دارم اینه که تو استقلال بازی کنم و از فوتبال خداحافظی کنم. همونجوری که بازی آخر لیگ من بهش اشاره کردم، مگه اینکه یه سری عوامل دوست نداشته باشم من تو این تیم بازی کنم و اینجا خداحافظی کنم. و متاسفانه تو روزای گذشته یه سری حواشی پیش اومده بود که من کردستان رو با واو نوشته بودم. من فقط میخوام به اونایی بگم که سوء استفاده میکنن، میخوام بهشون بگم وطن فروش من نیستم، تجزیه طلب من نیستم، من یه جون دارم، هزاران بار فدای ایران میکنم. چون شما پرچم ایرانم پایینش من دیدم که تک کرده بودی اینجوری. بله، من هر قلب سرنگ ایران عزیز رو زده بودم. بازم میگم یه جون دارم، هزاران بار فدای ایران میکنم. خیلی ممنون. درسته که وریا رو از استقلال کنار گذاشتن، ولی یک بار دیگه اعلام میکنم که هیچ کس نمیتونه وریا غفوری رو از دل مردم ایران کنار بذاره. برای چندمین بار اون جمله معروفش رو بعد از آخرین بازی استقلال تکرار میکنم. وریا گفت وقتی که مسئله مشکلات مردم کشورم میاد وسط، دیگه فوتبال مهمترین چیز دنیا برام نیست. از اینکه توی این ویدیو هم همراه من بودید سپاسگزارم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فشار بدید تا بتونم خیلی سریع شما از زانو در جریان اتفاقات و حواشی ورزش این آرجهان قرار بدم.